26 آبان 1398 خیابون مالی‌آباد شیراز. دست کم 12 کشته در نارامی‌های 3 روز گذشته ایران. بعضی از منابع شمار کشته شدگان را تا 3 برابر اعلام کردند. یک نهاد امنیتی می‌گوید بیش از 100 نقطه ناآرام بوده و 1000 نفر بازداشت شدند. از مهمانان برنامه می‌پرسیم آیا این اعتراض‌ها تهدیدی جدی برای حکومت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود؟ در ادامه برنامه تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. آدم باید با چشم خوشبینی رو نگاه کنه. آیت الله خامنه ای از افزایش قیمت بنزین، رهبر ایران میگوید بعضی از مردم ناراضی اند ولی تصمیم سران حکومت باید اجرا شود. شعارهایی فراتر از گرانی بنزین، آیا پرداخت کمک‌های دولتی پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم هست؟ در حال حاضر امکان ارتباط با اینترنت بین‌الملل به دستور شورای امنیت کشور محدود می‌باشد. و طرح اینترنت ملی ابزار کنترل فضای مجازی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. 3 روز از آغاز اعتراض ها به گران شدن قیمت بنزین گذشته. علارغم برخورد شدید نیروهای امنیتی، اعتراض ها در چندین شهر از جمله تبریز، سنندج، شیراز و کرمانشاه امروز ادامه داشت. در تهران بخشهایی از بازار تعطیل بود و فضای امنیتی بر شهر حاکم. امروز در حالی که اعتراض ها به گران شدن بنزین حتی از مجلس و دفاتر مراجع تقلید هم شنیده می شد، رهبر جمهوری اسلامی با اعلام حمایتش از این کار صداهای مخالف در حکومت را خاموش کرد. گفته شده دست کم 12 نفر در جریان این اعتراض ها کشته شدند، هرچند در بعضی از گزارش هایی که بی بی سی نمی تونه درستی اونها رو تایید کنه شمار کشته شدگان تا بیش از 30 نفر هم اعلام شده. منابع امنیتی از بازداشت بیش از 1000 نفر در روزهای اخیر خبر دادند و گفتند در این مدت بیش از 100 نقطه کشور ناآرام بوده. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از فرین آسمی. 26 آبان 1398 خیابون مالی‌آباد شیراز. این تصاویر از معدود ویدیوهایی است که تا این لحظه به دلیل قطع شدن اینترنت امروز از ایران به دست بی بی سی فارسی رسیده است. معترضان در اعتراض به گرانی قیمت بنزین وسایل چند بانک را آتش زدند. این هم تصاویری است که ایسنا منتشر کرده و نوشته معترضان تعدادی از بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها را تخریب کردند. این هم تصاویری است از اعتراض امروز دانشجویان در دانشگاه تبریز. اما حساب توییتری روزنامه صبح نو نزدیک به محافظه‌کاران با انتشار این ویدیو می‌گوید خیابان‌های تهران وضعیت عادی دارد و اعتراض‌ها تمام شده. رهبر ایران هم کشته شدن عده‌ای از معترضان به افزایش قیمت بنزین را تایید کرد. متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. این سخنان مانع از اقدام نمایندگانی شد که برای کاهش دوباره قیمت بنزین تلاش می‌کردند. آیت الله خامنه ای از این طرح حمایت کرد، نمایندگان حرفشان را پس گرفتند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی امروزش گفت در قضیه بنزین سررشته ندارد اما از تصمیم سران سه قوه حمایت می‌کند. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار را ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. آیت الله خامنه ای از اپوزیسیون حکومتش هم نام برد. همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند، از خانواده منحوس خبیث
خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتبا در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیره. وزارت اطلاعات هم در بیانیه اعلام کرد عوامل اصلی به گفته این وزارتخانه اغتشاش های دو روز گذشته شناسایی شدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم افرادی را که منافقین و ضد انقلاب مینامید مسئول اعتراض های اخیر خواند و گفت افراد حاضر در اعتراض ها بعضا سلاح گرم داشتند و به بانک ها و اموال مردم آسیب زدند. شیراز شلیک نیروی انتظامی. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و گفته‌های شاهدان عینی، ماموران امنیتی در بسیاری از این موارد مستقیم به مردم شلیک کردند. مردم با تیر زدن. مردم با تیر زدن. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هشدار داده با به گفته او هنجار شکنان برخورد می‌شود. او گفته نیروهای امنیتی و انتظامی خیشتنداری کردند تا تجمع به نحو خوبی پایان بگیرد. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی هم با اشاره به گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت که این سخنان راه بهانه‌جویی و مانع تراشی در راه دولت که مجری این تصمیم است را بسته است. در این میان شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در پیامی صوتی از معترضان حمایت کرده. آشکار است که درد شما بیش از آن که قیمت بنزین باشد کرامتی است که از دست رفته اش می‌بینید. شما به درستی دریافته اید که تا ایران در اشغال جمهوری اسلامی است، فقر، دروغ، تحریم، بیداد و تبعیض، فساد افسار گسیخته و ستمگری نیز بر کشور حکم فرماست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت مردم نگران تبعات بعدی افزایش قیمت بنزین روی سایر کالاها هستند. او وعده داد که کمیسیون اقتصادی در جلسه با مسئولان نظارت جدی بر قیمتها داشته باشد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز مسئولیت را به گردن دولت انداخت و گفت دولت روحانی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را داده. او از رئیس سازمان بازرسی کشور خواسته بر شیوه هزینه کردن درآمدهای دولت از افزایش قیمت بنزین نظارت کند تا به گفته او زمینه برای افزایش اعتماد مردم فراهم شود. اعتمادی که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی از دست رفته است. فرین عاصمی، BBC. حسن شیدمداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی از هامبورگ آلمان با ما هست و از فلوریدای جنوبی محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدا با ما هستند هر دوی عزیزان. آقای شیدمداری، سوال اول رو از شما بپرسم. معمولا در موارد این چنینی آقای خامنه‌ای صبر می‌کردن کمی تا کمی از شرایط بگذره، عملا فروکش بکنه اعتراض ها و بعد از اون ایشون صحبت میکردن، اما اظهارات ایشون خیلی نزدیک هست به در واقع یک روز بعد از اینکه اعتراض های شدیدی در شهرهای مختلف درگرفته. تفسیر شما چیه از صحبت های امروز آقای خامنه‌ای؟ خب اون چی که در شهرهای مختلف به وقوع پیوسته در حقیقت انگیزه یا انگیزاننده اون اضافه کردن قیمت بنزین بود، ولی مانند انبار باروتی بود که در انتظار انفجار بود و این بهانه انفجار شد. مردم به آسانی گذار از این نظام رو فریاد میزنند. مردم آذربایجان که خیلی رکترن در یک کلمه بیشرف آن را خلاصه کرده و به کلیه این نظام نثار میکنند. افرادی که آقای خامنه ای اونها رو شریر مینامد هیچ شرارتی متناسب با اون که خود آقای خامنه ای مرتکب اون شده در حقیقت تاکنون نکردند. آقای خامنه ای از ترس شکاف از بدنه حکومت در اثر این خیزش مردم قبل از اینکه این شکاف به مجلس برسه، مجلس طرح استیضاح دولت رو بده، چند دستگی ایجاد بشه و در حقیقت کاری رو که به اشاره ایشون سران سه قوه کردن، در صورتی که ما میدونیم آقای رئیسی و روحانی که کنار هم نمیشینن یک تصمیم مشترک بگیرن مگر با فشار ایشون، در حقیقت از ترس اینکه این چند دستگی بیش از این لجام امور رو از دست او در بیاره دخالت کرد و سعی کرد قضیه رو جمع کنه، ولی هنوز معلومه که حتی ایشون نمیتونه
عده‌ای از نمایندگان استعفا دادند، عده‌ای به لاهیجانی اعتراض کردند. در سطوح دیگر اختلاف دیده میشه و اختلاف‌ها تشدید خواهد شد. جامعه هم ملتهب‌تر از همیشه و با وجود اینکه اینترنت رو بستن فشارها همچنان ایجاد شده. آقای خامنه‌ای به تدریج یکی از بازیکنان این نظام هست و نه کلیت نظام رو در اختیار برای کنترل داره و نه کنترلش روی جامعه هست. بنابراین رهبر مفلس مفلوکی است که سعی میکنه با لجاجت خودش در حقیقت قدرت خودش رو ساری و جاری کنه در شمول مملکت و مملکت رو به این وسیله داره از بین میبره. آقای میلانی، آقای شریعت‌مداری به اختلافات داخلی در جمهوری اسلامی اشاره کردن، اختلافاتی که امروز در بیانیه رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی هم به روشنی دیده میشه. او میگه این پیشنهاد گران شدن بنزین رو آقای روحانی داده بود، اما به هر حال همه میدونیم که یک سران قوا نشستن و چنین تصمیمی رو گرفتن. چقدر فکر میکنید واقعا این اختلاف نظر وجود داره و در نهایت آقای خامنه‌ای کجای این اختلاف نظر ایستاده؟ با عرض و سلام خدمت بینندگان عزیز و مهمان محترمتون. ببینید، مسئله بالا بردن قیمت نفت، قیمت بنزین، مسئله اصلی نیست. بالا بردن این از لحاظ اقتصادی آیا منطقی بود یا نه، حتی اگر منطقی باشه مثل دادن یه آسپرین به یه کسی که سرطان داره. مسئله حیاتی که ایران باش روبرو هست و من یک سال قبل در برنامه شما اینو به روشنی گفتم، اینه که آیا ایران میخواد با آمریکا مذاکره بکنه دوباره یا میخواد قبول کنه این تحریم ها نمیتونه وضع اقتصادی ایران بد بکنه. من در یک سال قبل گفتم که حساب اصلی که جمهوری اسلامی باید بکنه اینه که آیا در ماها و سالهای آینده وضع اقتصادی ایران بهتر خواهد شد یا بدتر اگر تحریم ها ادامه پیدا بکنه. جواب من این بود که این تحریم ها کمر اقتصاد ایران را خواهد شکست و ما امروز می‌بینیم که به خاطر این تحریم‌ها دولت به خاطر کسر بودجه‌ای که داره، به خاطر اشکالات جدی که داره، اومده قیمت بنزین رو برده بالا و فشار زیادی به ملت مخصوصاً طبقات پایین جامعه آورده. معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم. چند دقایق پیش از اینکه بیایم به استودیو، آقای روحانی صحبتاش در هیئت دولت منتشر شد. ایشون این حرف رو رد کردن و گفتن که نه، ما قصدمون به هیچ عنوان این نیست که این پولی که از فروش بنزین داره بیشتر به دست میاد اون رو میخوایم به خود مردم برگردونیم و اصلا هدفمون در واقع تأمین اون کسی بودجه نیست. حالا حتی اگر اینم درست باشه، ملت ایران انقدر باهوش هستن که بدونن این نقد بگیر و از اون نسیه بپرداز. اگر ایشون میخواد کمک بکنه میتونه این سابسیدی ها رو نقد به ملت بده. ولی مسئله عمده‌ای که من میخوام بهش اشاره کنم که دعوای اصلی در درون حاکمیت ایران هست، مسئله بنزین نیست، مسئله قیمت بنزین نیست، اینه که آیا ایران باید با آمریکا مذاکره کنه، درهای اقتصاد ایران به جامعه بین‌المللی باز بکنه یا نه. تا زمانی که ایران حاضر نشه به پای میز مذاکره بیاد، این تحریم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و وضع ایران هر روز بدتر و بدتر خواهد شد. آقای شریعت‌مداری، فاصله بین تظاهرات و اعتراض‌هایی که در ایران داریم می‌بینیم خیلی کمتر شده. یعنی تظاهرات دیماه 96 رو داریم، دوباره تابستان 97 اعتراض در واقع کارگران کارخانه‌هایی که داره بسته میشه به وضعیت بدی افتادن. کلاً شرایط روشنی پیش روی جمهوری اسلامی نیست. چرا فکر میکنید اونها حالا چنین تصمیمی گرفتن در شرایطی که به قول آقای میلانی تحریم ها کمر اقتصاد رو شکسته؟ ببینید، اگر ما فکر کنیم که این تصمیم از روی اضطرار مالی بوده، سوال بعدی اینه که آیا این تنها گزینه بوده در چنین موقعیت حساس معیشتی مردم؟ باید حتما بنزین گرون میشده. مثلا چرا مالیات رو از نور چشمی ها نمیگیرن؟ چرا فساد رو باش مقابله نمی کنند؟ این میلیارد ها رو نمیگیرن به چرخه اقتصادی برگردونن؟ چرا نمیان این بودجه ای رو که به حوزه های علمیه گوناگون و مؤسسات دینی اختصاص دادن ازشون بزنن و به مردم برگردونن؟ چرا نرخ بنزین رو اصولا دو نرخی میکنن تا یک عده‌ای در این سیستم فساد و چپاول
با نرخ دولتی اونو بخرن و در بازار سیاه گرونتر بفروشن و فساد رو آنچنانتر بکنن. همه اینها سوالاتی است که نشون میده باندهای مافیایی که در ایران وجود دارن نقشه کشیدن برای تتمه ثروتی که در جیب مردم هست و فکر میکنن آستانه تحمل اونها بی نهایته. حدس نمیزدن این چیزها پیش بیاد. اگر حدس میزدن شاید دوبار فکر میکردن. اکنون که این خیزش سراسری پیش آمده با توجه به اوضاعی که در منطقه هست و با توجه به امیدواری که مردم دارند، شاید خامنه ای این که میگوید من متخصص در این کار نیستم یک راه گریز کوچکی میگذاره که اگر اوضاع خیلی بالا گرفت عقب نشینی بکنه. البته توصیه من به مردم اینه که کسانی که بیش از هفته ها در خیابان ماندن موفق شدن خواسته های خودشون رو به کرسی برسانن. باید ضمن تسلیت به جانباختگان این حوادث از مردم خواست که استقامت بکنن و به چیزی کمتر از رفتن نظامی که اونها رو به این روز نشانده قانع نشن. آقای میلانی از صحبت ایران با آمریکا میگه. صحبت ایران نیست، صحبت یک نظام جابر فاسده که میخواد یه چیزی بده یه چیزی بگیره ولی میدونه اگر با آمریکا یا داد و ستد کنه باید بره، یا قبل از مذاکره بره یا بعد از مذاکره. ترجیح میده که تا اونجایی که ممکنه این دوره رو طولانی بکنه و هیچ مذاکره ای هیچ سازشی در سیستمی که اگر یک دلار وارد اون شد 80 سنتش هیپ و میل میشه قابل انجام نیست و به جایی نمیرسه. آقای میلانی بذارین به این سوال از شما بپرسم که فکر میکنین که اونطور که آقای شهید مداری گفتن مقام های جمهوری اسلامی پیش بینی نکرده بودن این واکنش رو؟ من فکر میکنم که تا یه مقداری پیش بینی کرده بودن، ولی فکر میکردن که اگر عکس العملی فعلا انجام ندن، یعنی اگر سعی نکنن یه مقداری با مسائل اقتصادی روبرو بشن، بعداً این ممکنه که براشون اشکالای زیادتری باشه. در هر صورت در علم سیاست بخش‌شناسی به نظر من یکی از اصلی ترین مطالب و در شرایط حساسی که امروز در لبنان ما شلوغی میبینیم، در عراق ملت ریختن تو خیابانها، تصمیم دولت که در این شرایط، در شرایطی که ملت زیر تورم و بیکاری و تحریم‌های آمریکا به صدا در آمدن، برای من واقعا به عنوان کسی که برنامه سیاسی نداره، اجندای سیاسی نداره، برای من سوال انگیزه آخه چطور یک حکومتی میتونه تو این شرایط این تصمیم به این بدی رو بگیره؟ راجب برخورد حکومت هم میخواستم از شما بپرسم. در لبنان و در عراق حداقل بارها از دولت شنیده ایم که نیروهای امنیتی به سمت مردم شلیک نکردن، گرچه حدود 300 نفر در عراق کشته شدند، اما باز هم دولت تاکید میکنه که اونها با تیر مستقیم نیروهای امنیتی کشته نشدند، یا میگن ما پیگیری میکنیم کسانی رو به دادگاه آوردن. ولی در ایران اصولا اصلا صحبتی از این نشده. ظرف یک روز که تظاهرات، یعنی دیروز که تظاهرات یه مقداری جدیتر شد، الان 12 کشته به صورت رسمی، تا حدود 30 کشته غیر رسمی گفته میشه. خیلی با مشت آهنینی برخورد شده ظاهرا. بله، برای خاطر اینکه از دید جمهوری اسلامی اگر اینها این کار رو نکنن شرایط در آینده ممکنه خیلی بدتر بشه. ببینید خیلی روشنه، من دوباره اینو میگم، اگر 10 بارم تکرار بشه به نظر من کافی نیست. مسئله‌ای که ایران داره، مسئله اقتصادی که داره، مسئله بردن قیمت بنزین در چه رابطه است؟ در رابطه با اینی که ایران نمیتونه نفت خودش رو بفروشه، در رابطه با اینه که درآمد ایران از فروش 2.5 میلیون بشکه به زیر 300,000 بشکه آمده. این مسئله رو باید اینها حل بکنن و چون حاضر نیستن این مذاکرات رو راه بندازن، به نظر من وضع اقتصادی بدتر خواهد شد و ممکنه ایران به جایی برسه که اون موقع وارد مرحله خیلی خطرناک بشه. برای خاطر اینکه ملت به صدا در آمدن، ملت از فساد به صدا در آمدن، دارن صحبت از این میکنن در شرایطی که 35% حداقل از اقتصاد ایران دست نهادهایی هستن که مالیات نمیدن. چرا دولت آقای روحانی نمیره به این 35% اقتصاد ایران به اینها بگه آقا نوبت شماست که بیایید مالیات بدید؟
چرا میخواد کمر ملت رو بشونه؟ آقای شهید مداری هم اتفاقا به همین مسئله اشاره کردم، ولی آقای شهید مداری به نظر شما مشکل حاکمیت جمهوری اسلامی الان همون فروش نفته و اگه اون حل بشه بقیه مسائل هم حل خواهد شد؟ نه خیر، ببینید در دوره احمدی نژاد ما بزرگترین ثروتی رو که از نفت میشه صاحب شد داشتیم. مگه کار به کجا رسید؟ مگر مملکت کارش اصلاح شد؟ اینا شوخیه. این نظام همشون سر و ته یک کرباسن، نظامی وجود نداره. یک بی‌نظمی سرکوبگره که باندهای مافیایی مختلف در صدد تفاول این سفره ملی هستند و اون چی که در جیب مردم هست و از فروش نفت یا وضعیت فوق‌العاده میشه به دست آورد. اصلا دیگه موقع اون گذشته که مذاکره با آمریکا اینها رو به جایی برسونه. اینا تا گلوگاه غرق در فساد هستن، غرق در چپاول هستن. اینا از ترسش اونه که به تکتیر اندازه دستور میدن که مستقیم به مردم چلیک کنن. تا یک حکومتی در وضعیت خطرناک لبه سقوط و اضمحلال نباشه دست به چنین جنایتی نمیزنه. من از این موقعیت استفاده میکنم و از همه نیروهای انتظامی و سپاه و دیگران تقاضا دارم که به مردم بپیوندن و یادشون باشه که مثل حمید نوری در مقابل دادگاه قرار خواهند گرفت اگه این کار رو نکنن. آقای شهید مداری ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. آقای میلانی پاسخ شما رو بشنویم کوتاه. من فقط سوالی که از جناب آقای شریعت مداری دارم اینه که ایشون اعلام بکنن الان در شرایط امروز بدون این که بگن باید آقای خامنه‌ای فلان کار رو میکرد و بیسا کار رو میکرد، آیا ایشون با تحریم های کمرشکنده یا آمریکا موافق هستن یا نه؟ این که جمهوری اسلامی باید چه کار کنه من کاری ندارم. ایشون به عنوان یک فرد سیاسی آیا موافق یا مخالف این تحریم ها هستن؟ من با هر چیزی که یک روز از این عمر نظام بکاهد و یک روز مردم رو زودتر خوشبخت کنه موافقم. این من نیستم، این آقای خامنه ای است که جلوی رفع تحریم ها رو گرفته. این آقای خامنه ای است که FATF رو نمیداره امضا بشه. این آقای خامنه ای است و سپاه که هر موقع آمدن مذاکره کنن یک گلوله جای شلیک کردن و جلوی تحریم ها رو گرفتن. چرا آقای شاید نداری اجازه بدید خیلی کوتاه پاسخ آقای میلانی رو هم بشنویم بحث رو بجام بدید؟ چون با دقت سوال منو جواب نداد، چون معلومه جوابی چیه. ایشون موافق تحریمه، ولی از اونجایی که میدونه تحریم در ایران طرفدار نداره نمیخواد این حرفو بزنه. بله جمهوری اسلامی اشتباه خیلی کرده، اما کسایی که امروز در خارج از کشور نشستن و موافق تحریم هستن در این بدبختی که مملکت ما وارد شده مقصر هستن. و به نظر من همه ایرانی ها باید دست به دست همدیگه بدن بگن این تحریم ها برداشته بشه. این به این معنا نیست که وضع ایران خوب خواهد شد. نه خیر، مسائل ایران مسائل جدیه، ولی حداقل یه مقداری ملت راحت تر میتونن زندگی کنن، دوا خواهند داشت، دارو خواهند داشت. این تحریم ها باید برداشته بشه. آقای شهید مداری خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. خواهش منو جواب بدید، آیا موافقید جمهوری اسلامی بره یا میخواهید جمهوری اسلامی رو اپتیمال کنید و بتونه حکومت کنه؟ ببخشید این بحث میتونه خیلی ادامه پیدا بکنه قطعا. امیدوارم مطمئنم در بخشای بعدی خبر ما در روزهای آینده هم این بحث همچنان ادامه خواهد داشت. از وقت هر دوی شما ممنونم. حسن شریعت مداری دبیرکل شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی و محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدا جنوبی از تامپا. مردم ایران نگرانند که با افزایش قیمت بنزین بقیه اجناس هم گرانتر شوند و هزینه زندگی بالاتر رود. هرچند رهبر ایران از دولت خواسته که نگذارد چنین اتفاقی بیفتد، اما با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران این نگرانی چقدر جدی است؟ در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش ببینیم از مهدی بگی. شعاری که شاید چکیده بسیاری از شعارهای معترضان باشد. مردم نگرانند، میترسند دخلشان بیش از پیش از خرجشان کمتر شود. عمده معترضان به گرانی بنزین از طبقه های پایین و متوسطند، قشرهایی که قبل از گرانی بنزین هم تورم 42% طاقتشان را تاق کرده بود. همینطور بیکاری و نبود امنیت شغلی، قیمت های سرسام‌آور اجاره خانه،
و گوشت و مرغی که دیگر در سفره خیلی ها کم یابند. اما مسئولان میگویند نترسید، گرانی در کار نخواهد بود. افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده کالاهای ما از نظر تولید تقریبا اثرش ناچیزه، یعنی قابل ذکر نیست تولید. با شنیدن گران شدن قیمت بنزین، پیاده ها شاید اول از همه یاد کرایه تاکسیشان بیفتند و تاکسیدارها احتمالاً یاد بگو مگوهای دوباره با مسافرها بر سر کرایه. اما مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری هم میگوید نگران نباشید. اما آمارها و تجربه ها چه میگویند؟ در مورد تورم ما بعد از انقلاب 15 مرتبه افزایش قیمت داشتیم. در این 15 مرتبه چیزی حدود تقریبا 8 مرتبه اون هیچ گونه اثر تورمی، اثر ملموسی نداشت. در حدود تقریبا 5 مرتبه اون هم بوده حدود 1% 2% و 2-3 مرتبه هم اساسا تورم کاهشی بوده روی این موضوع. در مورد این یکی هم تورمی که روی سطح عمومی قیمت ها در واقع اثر میذاره چیزی کمتر از 2% 1.5% محاسبه شده بود که تو مدل های اقتصادی این گونه بیان شد. شاید این آمارها درست باشند، اما اثر روانی افزایش قیمت بنزین را نمی شود نادیده گرفت. وضعیت اقتصاد در ایران بسیار شکننده است و تجربه های اخیر این را به خوبی نشان می دهد. مثلا پارسال خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران و بالا رفتن نرخ ارز تورم را به شدت بالا برد. قیمت بسیاری از کالاها چندین برابر شد و بعضی هم نایاب. دولت تلاش کرد با تزریق ارز به بازار و افزایش نظارت قیمت‌ها را کنترل کند. نرخ ارز تا حدودی پایین آمد، اما قیمت بسیاری از کالاها همچنان بالا ماند. کاهش کسری بودجه و جلوگیری از توزیع رانت در میان اقشار پردرآمد و همینطور دلایل زیست محیطی از جمله دلایل افزایش قیمت بنزین ذکر شده. اما به نظر می‌رسد این تصمیم در شرایط فعلی بیش از هر چیزی به کاهش شدید درآمدهای نفتی بر اثر تحریم‌های آمریکا مربوط باشد. در این حال دولت تأکید دارد که حتی 1 ریال هم از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین بر نمی دارد و همه را به حساب مردم واریز می کند. بسته حمایتی که حداقل آن ماهیانه برای 1 نفر 55,000 تومان و حد اکثرش برای 1 خانواده 5 نفره 205,000 تومان است. من اعتراف می کنم خدمت مردم بزرگ ایران که هر کاری بکنیم در برابر لیاقت شما و عظمت شما بسیار کوچک کار ما. رئیس جمهوری ایران میگوید افزایش قیمت بنزین در نهایت به نفع مردم فقیر است. مردمی که از زمان انقلاب ایران این وعده ها را زیاد شنیدند. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. بنزین گرونتر شده، فقیر فقیرتر شده. بنزین گرونتر شده، فقیر فقیرتر شده. وعده هایی که بسیاری از آنها تا به حال عملی نشده و بی‌اعتمادی مردم را نسبت به حکومت بیشتر کرده. به نظر می‌رسد حتی اگر افزایش قیمت بنزین در بلند مدت تبعات اقتصادی مثبتی داشته باشد، قبول این وعده‌ها برای مردم دیگر آسان نیست. مهدی بیگی، بی بی سی. مصطفی جوادی، طراح و مشاور سازه‌های زیربنایی در امور حمل و نقل از برلین به ما پیوسته و علی قلی‌زاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علم و فناوری چین از شهر حفی با ماست. هر دوی شما عزیزان خوش آمدید. آقای قلی‌زاده با شما شروع بکنم. در گزارش مهدی هم شنیدیم بخشی از تظاهرات مردم رو که میگفتن بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده. اما امروز آقای روحانی صحبت کرد و گفت که این تصمیم به نفع قشر کم درآمد هست. به نظر شما واقعا مردم چنین برداشتی ندارن از این مسئله؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم و مهمون عزیزتون. ببینین در مورد این موضوع واقع تمرینه که شیوه تصویب این طرح و جزئیاتش و نحوه اجراش
انقدر پر ایراد و غیر شفاف بوده، مردم حق دارن معترض باشن. اما اگر سوال شما این باشه که آیا با اصلاح قیمت بنزین و کنترل یارانه انرژی موافقم، بله قطعا با این موافقم. دلایل من همینه که اساسا صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار باشه، روحانی باشه یا رئیسی باشه، جمهوری اسلامی باشه یا حکومت دیگه باشه، یارانه انرژی، کنترل یارانه انرژی و مصرف سوخت یک ضرورت ملیه. ما امروز شاهدیم که مصرف سرانه بنزین توی ایران دو برابر متوسط جهانیه، در حالی که ما از نظر میزان سرانه خودرو کشور 82 هستیم توی جهان با حدود 178 خودرو برای هر 1000 نفر. اما از نظر مصرف سوخت با 1.2 لیتر در روز برای هر نفر کشور 21 دنیاییم. این یعنی الگوی مصرف در ایران ایراد داره. مثلا اگر ما بخوایم ایران رو با چین، جایی که من درش هستم و به لحاظ اقتصادی رشد بالایی داشته، در 20 سال اخیر رشد بالای 7% داشته، مقایسه کنیم، نسبت خودرو در ایران و چین تقریبا برابره. یعنی در ایران ما به ازای هر 1000 نفر 178 خودرو داریم، اما و در چین هم به ازای هر 1000 نفر 179 خودرو، تقریبا یکسانه. نکته ای که اینجا متفاوته اینه که مصرف سرانه ایران در سرانه بنزین ایران روزی 1.2 لیتره، اما در چین با این توسعه اقتصادی که داشته 22 لیتره، یعنی یک صاحب خودرو ایرانی 6 برابر یک صاحب خودرو چینی مصرف میکنه. نکته بعدی این که قبول دارم که مردم توان آزادسازی قیمت بنزین ندارن، اما باید کنترل یارانه به نحوی باشه که مردم انگیزه کاهش مصرف داشته باشن. علاوه بر اینکه مصرف زیاده، متاسفانه نرخ رشد مصرف هم خیلی زیاده. مثلا ما در سال 97 شاهد بودیم که روزانه 88 میلیون لیتر در کشور بنزین مصرف میشه. طی 6 ماه این رسیده در تابستان 98 به 95 میلیون لیتر در کشور، یعنی 8% افزایش رشد. این روند اگه ادامه پیدا کنه ما طی 10 سال آینده باید وارد کننده نفت باشیم فقط برای اینکه بنزین خودروهای کشور رو تأمین کنیم. آقای قلی‌زاده، پاسخ شما رو متوجه شدم و صحبت‌های شما هم راستا هست با صحبت‌های بسیاری از کارشناسان اقتصادی دیگه، ولی اینجا هزار نکته باریک‌تر از مو هست که من نمی‌خوام جوابشو بدم. اجازه بدید آقای جوادی ببینیم نظرشون چیه. خب من اول سلام میکنم به شما و بینندگان عزیز. اولا که یه بحث کوچیکی وجود داره با آقای قلی‌زاده، اگر استناد ایشون به اون توییتیه که توی توییتر هم مطرح کردن، اولا این استناد به آمار جمهوری اسلامی و استناد به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا هست که خب آماریه که توش خیلی تشکیک وجود داره و حالا آمار مخدوشیه. جدا از این که اصلا این مقایسه غلطیه و قیاس محل فارغه، یعنی ما دو تا مورد خیلی نامربوط رو فقط اینجا داریم با هم دیگه مقایسه میکنیم. مثلا آمار ایران رو با آمار کشور دیگه مقایسه میکنیم که شرایطشون کاملا متفاوت. انگار فرض کنید که مثلا ما آمار مصرف گوشت خوک ایران و چین رو با هم مقایسه کنیم یا با آلمان و بعد یه نتیجه های عجیب غریبی از توش در بیاریم. این مقایسه اصلا از اساس اشتباهه. چیزی که ما میتونیم راجبش صحبت بکنیم خیلی جدیتر، بحث هزینه حمل و نقله. ببینید یه تعریفی ما داریم توی سیستم کارشناسی به نام هزینه حمل و نقل که بر اساس نفر کیلومتر یا تن کیلومتر محسوب میشه. یعنی یک نفر رو یک کیلومتر از نقطه آ به ب ببریم یا یک تن کالا رو جابجا بکنیم، که این شامل خودرو میشه، شامل سوخت میشه، شامل استهلاک، بیمه، از اینا جانبی هست و در کنار اون یه بخش عمده‌ایش هست جاده و سیستم‌های ترافیکی. این هزینه حمل و نقل، این وظیفه دولت‌هاست که این رو ایمن، سریع، راحت و ارزون در اختیار شهروندان قرار بدن. حالا میریم به سمت همین چین که آقای قلی‌زاده در راجبش صحبت میکنن. اونجا اگه نقشه سیستم حمل و نقل قطارهای سری و سیر چین رو نگاه بکنید، تقریبا نقطه سفید روی نقشه نمیبینید، غیر از این که قطارهای غیر سری و سیر تقریبا همه جای چین وجود داره. یعنی یک چینی تقریبا از برای رفتن از نقطه آ به ب هیچ مشکلی نداره، غیر از این که از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده بکنه. بنابراین مقایسه دو تا کشور با هم دیگه از اساس اشتباه است. اگر اصولاً معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم، فکر میکنید زمان اعلام این تصمیم هم آیا زمان درستی بود یا نه؟ زمان هم مسلما غلط. مردم خب تحت فشار جدی هستن، به این دلیل که حالا بعد از مدت ها تورم، مشکلات اقتصادی، دلایل متعددی داشته، خیلی از مردم تحت فشار اقتصادی سنگینی هستن، قیمت ها بسیار بالا رفته طی
بازه زمانی گذشته توان مردم به شدت کاهش پیدا کرده، جدا از اینکه این افزایش قیمتی که روی هزینه حمل و نقل میاد روی تمام کالاهای اساسی اثر خواهد گذاشت، علارغم گفتگوهای حالا مقامات جمهوری اسلامی، اما مسلما اثر جدی خواهد گذاشت، نه روی حمل و نقل افراد بلکه روی حمل و نقل کالا اثر جدی خواهد گذاشت. بنابراین هر چیزی که ما می‌خریم توی چه هر کشور جهان بخشی از اون هزینه پول بار خورده استران یا پول ترانزیت خورده، بنابراین تمام چیزها احتمالاً یه درصدی گران خواهد شد. آقای قریزاده، به نظر شما باید به این مسئله صرفاً به چشم یک مسئله اقتصادی نگاه کرد؟ مثلا بله، کاهش سوبسید به یارانه به حامل‌های انرژی و خب چیز مثبتی، اکثر اقتصاددانان هم با اون موافقت میکنن، یا باید تغییر در واقع فضای سیاسی و اجتماعی ایران رو هم در نظر گرفت؟ ببینیم، قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، استنادی که من کردم به گلوبال پترول پرایس بوده که بعد از این برنامه میتونم اصلا در حقیقت مستنداتشو بذارم، و اینکه با چین مقایسه کردم از این منظر بود که تعداد خودرو به ازای 1000 نفر در ایران و چین مشابهه. البته قبول دارم که حمل و نقل عمومی یکسان نیست. ما این رو میتونیم از منظر دیگه مقایسه کنیم با کشورهای همسایه خودمون که شرایطشون لازم حمل و نقل عمومی از ما ضعیف‌تر هم هستش. اما اینکه این به سوال شما پاسخ بدم، اینکه تصویب و اجرا و اطلاع رسانی و جزئیات این طرح غلط بوده یا پر ایراد بوده در شک نیستش. اساسا چنین طرحی باید با گفتگوی عمومی انجام بشه، باید با اقناع عمومی هلاهوش طرح ایجاد بشه. تصویب این طرح غیر قانونی بوده، خلاف اصل 85 قانون اساسیه که فقط مجلس رو دارای شأن قانون گذاری میدونه. افزایش قیمت سوخت همیشه در قالب لایحه بودجه بوده یا اصلاحیه لایحه بودجه که امروز ما دیدیم که هم مجلس هم هیئت دولت در این طرح حذف شدن و این خلاف قانون اساسیه. جزئیات طرح مطمئن نیستم چقدر کارشناسی شده، اصلا این قیمت 3000 تومان از کجا اومده، سهمیه 60 لیتر بر چه اساسیه و خیلی سوال‌های دیگه. و با توجه به اینکه این پشت درهای بسته یک شورای سران قواست که این چنیت قانونگذاری هم نداره، خب این سوال‌ها همه بدون جواب مونده. برای همین معتقدم که خشم مردم، عصبانیت مردم، اعتراض مردم به حق، و از همین تصویب پنهانی و غیرقانونی و اعلام ناگهانی نیمه شبش بوده که از یک موضع بالا بوده و در این شکی من ندارم. همچنین معتقدم که اگر خب دولت هم میگه اگر میخواستیم زودتر اعلام بکنیم، صفای طولانی در پمپ بنزین ها شاید مشکلات اون طرف قضیه هم مشکلاتی رو داره. بذارید آقای از آقای جوادی هم بپرسم. آقای جوادی، فکر میکنید که اگر اونطور که دولت روحانی میگه به هر حال این پول اضافه‌ای که از فروش از افزایش قیمت بنزین به دستش میرسه رو به اقشار کم درآمد اگر برسونه، فکر میکنید که به هر حال تصمیم درستی به لحاظ اینکه قیمت‌های حامل‌های انرژی هم در ایران برسه به سطح همون منطقه حتی، درست بوده یا نه؟ اولا ببینید، خیلی از این حرفا زده شده توی این 40 سال و خیلی از این گفتگوها شده از یارانه قبلی بگیری تا امروز، اما اتفاق جدی نیفتاده. ببینید میگم، حالا من فقط راجع به تخصص خودم حرف میزنم، ما اگر برگردیم باز به همون هزینه‌ای که مردم قراره بپردازن، شما میتونید 1% به یه سری خانواده ها بدید، اما در نهایت اثر آنچنانی نخواهد گذاشت. برای اینکه همونجور که عرض کردم، بخشی از این هزینه حمل و نقل فرض بکنیم ما بخش خودروشو بگیریم، ما داریم از مردم رو مقایسه میکنیم با هزینه بنزین، رو مقایسه میکنیم با آلمان، امریکا و مثلا ژاپن، اما آیا به مردم مثلا بنز و BMW و فورد و تویوتا با قیمت مناسب میدیم، یا اینکه مثلا پول فورد و بنز رو ازشون میگیریم اما بهشون پراید مثلا 30 سال 40 سال پیش میدیم؟ آیا این امکان برای اون قشر کم درآمدی که این پول رو میگیره براش وجود داره که بتونه با این هزینه های حمل و نقلی که بهش وارد میشه و هزینه های حمل و نقل کالایی که بهش تحمیل میشه رو آیا میتونه پوشش بده؟ همه ما میدونیم که این اتفاق به ندرت خواهد افتاد، برای اینکه میگم یک تورم انفجاری که بعداً اثرش رو خواهد گذاشت. وقتی کالای یکم گرونتر بشه به علت، حتی اگر به لحاظ اقتصادی لازم نباشه، اما به لحاظ فکری مردم تحمیل بشه، به لحاظ عاطفی به یک چیز قیمتش بره بالا، دیگه بر نخواهد گشت. آقای قلی‌زاده به نکته خوبی اشاره کردن. همه ما کارشناسا واقعا موندیم که این رقم 3000 تومان از کجا اومد، مثلا چرا 2900 تومان نیست، چرا 3100 تومان نیست؟ این رقم اصلا غیر از این که اصطلاحا دیمی یه نفر انداخته و بقیه گفتن باشه همین رقمو تصویب می‌کنیم،
آیا یه فکری پشتش هست. فکر میکنم اینا خیلی بحثای خیلی گسترده تریه، ولی همونجور که آقای قلی‌زاده اشاره کردن یک کار غیرقانونی انجام شده. البته این که مردم ریختن توی خیابونا و اعتراضات داره انجام میشه فقط علتش قیمت بنزین نیست، بلکه این احتمالاً آخرین قطره برای سرریز شدن کاسه صبر مردم بوده. ممنونم از هر دوی شما که به ما پیوستی، علی قلی‌زاده پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علم و فناوری چین و مصطفی جوادی طراح مشاور سازه‌های زیربنایی در امور حمل و نقل. قیمت بنزین در ایران طی 20 سال گذشته به طور متوسط در هر دولت حدود 400% بالا رفته. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بنزین سهمیه بندی و دو نرخی شد. حسن روحانی بنزین رو تک نرخی کرد، ولی بعد از 3 سال حالا سیستم دو نرخی دوباره بازگشته. با وجود اعتراض‌های گسترده بعضی معتقدند که قیمت بنزین در ایران همچنان ارزان‌تر از کشورهای همسایه است. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. تغییر قیمت بنزین در شهری مثل تهران شیوه زندگی بسیاری را تحت شعاع قرار داده. ولی این اولین بار نیست که نرخ بنزین در 20 سال گذشته جهشی بالای 300% دارد. همین مسیر که ما می آمدیم تابستان 1386، دو سال پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، بنزین سهمیه بندی شد. اقدامی که دولت‌های قبلی هم در فکر اجرای آن بودند، ولی سرانجام دولت نهم با معرفی کارت سوخت بنزین را با دو قیمت عرضه کرد. قیمت بنزین سهمیه‌ای در دوره اول آقای احمدی نژاد از لیتری 80 تومان به 100 و بنزین آزاد به لیتری 300 تومان رسید. سهمیه بندی اعتراض‌های پراکنده مردم را به همراه داشت. دو سال بعد از سهمیه بندی بنزین، رئیس جمهوری وقت ایران قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را اجرا کرد. قیمت بنزین هم مثل بسیاری دیگر از حامل‌های انرژی بالا رفت و به لیتری 400 تومان سهمیه‌ای و 700 تومان آزاد رسید. با روی کار آمدن حسن روحانی، سیاست سهمیه بندی و دو نرخی بودن بنزین لغو شد. سیاستی که رئیس جمهور ایران آن را فسادآور می‌دانست. در زمینه بنزین ما از دو نرخی تک نرخی کردیم. عمدتاً هم دلیلش فساد زیاد بود. در زمینه بنزین فساد زیادی دو نرخی ایجاد می‌کرد. ما برای جلوگیری از فساد این کار رو کردیم. بنزین در سال 1394 1000 تومان را هم دید، ولی کارت‌های سوخت در دست مردم باقی ماند. پس از حدود 3 سال زمزمه‌های بازگشت سهمیه بندی از پارسال شروع شد و سرانجام از روز جمعه بار دیگر بنزین سهمیه‌ای به پمپ‌های بنزین ایران بازگشت. سوختی که هر لیتر سهمیه‌ای آن 1500 و آزاد آن 3000 تومان قیمت گذاری شد. با توجه به زمینه‌های اقتصادی که هست، مهمترین به اصطلاح دلیل این امر هم این باید باشه که حاکمیت الان و دولت دچار کسر بودجه شدیدی شده به خاطر اینکه صادرات نفت خام کاهش پیدا کرده بسیار شدید به دلیل تحریم‌ها. بنابراین برای اینکه اقتصاد ایران این تعادلش رو به هر حال تعادلی رو ایجاد بکنه و مشکلاتش رو در کوتاه مدت و برای کوتاه مدت البته تا حدی تخفیف بده، پناه بردن به افزایش قیمت بنزین به این شکل. اما به نظر میاد که این هم یک راه حل مناسبی نباشه، از اون جهت که این راه حل باعث میشه که مشکلات رو در واقع کوتاه مدت پنهان بکنن. بنزین در 6 سال دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از 400% افزایش قیمت داشته. گروهی معتقدند حتی با وجود بالا رفتن قیمت بنزین، ایران همچنان یکی از ارزان‌ترین بنزین‌ها را در جهان دارد. بنزین سهمیه‌ای که از روز جمعه و با در نظر گرفتن میانگین قیمت 11350 تومان برای هر دلار، لیتری 13 پنس به فروش می‌رسد و بنزین آزاد لیتری 26 پنس. مردم ترکیه همسایه غربی ایران باک اتومبیل خود را با بنزین لیتری 1.20 دلار پر می‌کنند. پاکستان هم هر لیتر سوخت را 1.46 دلار عرضه می کند و در افغانستان بنزین لیتری 65 پنس است. اما این تفاوت قیمت تصویر تمام قدی از وضعیت اقتصادی ایران و کشورهای همسایه به دست نمی دهد و باید برای ارزان یا گران بودن بنزین به قدرت خرید مردم هم نگاه کرد. میان کشورهای همسایه به غیر از افغانستان، ایران کمترین حداقل دستمزد را به کارگران پرداخت می کند و کارگران کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و آذربایجان به طور متوسط توانایی و قدرت خرید بیشتری نسبت به کارگران ایرانی دارند.
اگر مقایسه بکنیم بین درآمد سرانه یا فرزند قدرت خرید کشورهای دیگه که حاشیه خلیج فارس یا کشورهای همسایه ایران، خواهیم دید که قدرت خرید شهروندان این کشورها بالاتر از قدرت خرید شهروندان ایرانیه. بنابراین این امر که فرزند میبایست قیمت بنزین با کشورهای دیگه متناسب بشه و با اونها هم عرض بشه برای اینکه جلوگیری از قاچاق بشه، باز توجیه نداره، برای اینکه مهمترین عامل تولید در داخل ایران هست و اون هم شهروندان هست، مؤسسات اقتصادی هستن و اینها توان پرداخت این میزان از قیمت سوخت و به ویژه بنزین رو هم نخواهند داشت. البته این اعداد به تنهایی هم نمیتوانند تصویر کاملی از واقعیت اقتصادی در این کشورها ترسیم کنند، چرا که عوامل دیگری مثل تفاوت در الگوی مصرف، قیمت دیگر حامل‌های انرژی و تفاوت‌های فرهنگی می‌تواند تأثیر عمده‌ای داشته باشند. کاوه مشکات، بی بی سی. اینترنت در ایران قطع شده. کارشناسان می‌گویند این محدودیت در چارچوب طرح اینترنت ملی صورت گرفته. گزارش شده که در بعضی از نقاط خطوط تلفن هم مختل شده. جزئیات بیشتر در گزارش فؤاد مسیحا. در حال حاضر امکان ارتباط با اینترنت بین‌الملل به دستور شورای امنیت کشور محدود می باشد. یک بار دیگر ارتباط ایرانی های داخل با دنیای بیرون قطع شد. اتفاقی که در 10 سال اخیر چند بار تکرار شده. از روزهای اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 تا اعتراضهای دیماه 96 به گرانی و وضعیت بد اقتصادی. این بار هم در جریان اعتراض ها به گران شدن بنزین. ما به هیچ سایتی، به هیچ اپلیکیشنی دسترسی نداریم، نمیتونیم از اپلیکیشن سوشال میدیا استفاده کنیم. اینستاگرام، واتساپ، تلگرام به کلی قطع شدن و ما حتی گوگل رو نمیتونیم سرچ کنیم، فقط اپلیکیشن هایی که جمهوری اسلامی در دسترس مردم قرار داده و وابسته است به جمهوری اسلامی مثل اسنپ، تپسی، ورزش 3، ایسنا قابل دسترس هستن. اما چرا دسترسی مردم به اینستاگرام و فیسبوک قطع شد در حالی که اپلیکیشن های مانند اسنپ و ورزش 3 به راحتی در دسترس بودند؟ پاسخش ساده است. اسنپ از دیجیکالا، از در واقع آپارات، از فیلیمو، از ورزش 3، اینا دارن خدمات میدن به شما. اینا بازیگرای شبکه ملی اطلاعاتن. اپلیکیشن هایی که حکومت جمهوری اسلامی نگران دسترسی مردم به آنها نیست، روی شبکه‌ای به نام اینترنت ملی یا شبکه اطلاعات ملی فعالیت می‌کنند. دولت ایران در دوران محمود احمدی نژاد راه اندازی اینترنت ملی را مطرح کرد. حالا 3 سال است که نسخه اولیه آن راه اندازی شده. بتونیم دارای یک شبکه‌ای باشیم که با مدیریت خودمون. ایران 3 دلیل اصلی در توجیه طرح اینترنت ملی ارائه کرده. اول اینکه با نگه داشتن مسیر ترافیک پیام‌های رد و بدل شده در داخل سرعت خدمات بالا می‌رود. دوم هزینه نقل و انتقال اطلاعات میان کاربران کم می‌شود و سوم اینکه دسترسی شرکت‌های خارجی به اطلاعات ایرانی‌ها محدود می‌شود. مسئولان ایرانی در توصیف اینترنت ملی از اصطلاحات و عبارت‌هایی استفاده کردند که به آن رنگ و بوی ملی‌گرایی بدهند، مانند حفاظت از منافع ملی در فضای اینترنت یا این حرف حسن روحانی در مراسم افتتاح شبکه اطلاعات ملی سال 1395. عدم نیاز به شبکه‌های اطلاعات بیرونی برای ارتباطات داخلی در شرایط فعلی جهان از مؤلفه‌های استقلال کشور است. اما با آنکه داشتن اینترنت پرسرعت، آن هم با هزینه بسیار پایین، آرزوی هر کاربری در هر جای دنیاست، چرا اجرای طرح اینترنت ملی در ایران ایرانی‌ها را نگران کرده؟ در این چند سال سعی کردن زیرساختی رو درست بکنن که اگر اینترنت از دنیای خارج قطع شد، هنوز بانک‌ها و روزنامه‌های داخلی یا اینها بتونن به کارشون ادامه بدن و مردم بتونن از خدمات داخل استفاده بکنن. منتها این رو باید نگاه کنیم که هنوز خیلی از شرکت‌های خصوصی هستن که با دنیای خارج در تماس باید باشن و اینها با این اتفاق داره ارتباطشون قطع میشه. اینها هزینه خیلی زیادی دارن میدن از نظر هزینه اقتصادی و همینطور قطع بودن ارتباط خب نگرانی‌های خیلی زیادی به وجود میاره، مردم رو هم داخل و هم خارج مضطرب میکنه. اینها هزینه‌هایی که بالاخره هزینه‌های روانی که با قطع اینترنت داده میشه. ایران اولین کشوری نیست که طرح اینترنت ملی را اجرا میکند. در کره شمالی اینترنت ملی یا همان اینترنت تنها شبکه‌ای است که مردم میتوانند به آن وارد شوند.
کوبا، روسیه و چین هم طرحهای مشابه اجرا کردند. طرحهایی که به خصوص پس از افشاگری ادوارد سنودن درباره جاسوسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از مردم و مقامهای کشورهای دیگر پرطرفدارتر شده. همین چند روز پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از کشورهای اروپایی خواست استقلال دیجیتالشان را از آمریکا و قولهای تکنولوژی آمریکایی بگیرند. اما آنچه که حساسیت‌ها به شبکه‌های اینترنتی داخلی را در کشورهای مانند ایران بیشتر می‌کند، شاید این باشد که دولت‌ها با استفاده از همین شبکه هر وقت که بخواهند ارتباط شهروندانشان را با جهان بیرون قطع می‌کنند. درست مثل همین اتفاقی که دیروز و امروز در ایران افتاد. فؤاد مسیحا، بی بی سی. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران از نیویورک با ماست. آقای رشیدی، وضعیت اینترنت امروز ایران رو چطور می‌بینید؟ می‌دونم از صبح داشتید شرایط رو رصد می‌کردید. امروز چطور بود شرایط؟ امروز تا حدودی به یک پایداری رسیده بود تا زمانی که هولوش ساعت 11:30 به وقت نیویورک یک افت خیلی شدیدی پیدا کرد که حتی از نسبت به روز اولی که در واقع اینترنت رو قطع کردن بیشتر بود. الان برگشته تقریبا شده مثل حالت قبلی، ولی ما همچنان وضعیتی که تو ایران باشه رو هستیم این هستش که اینترنت کاملا قطع هست در ایران. حداقل 38 ISP اصلی تو ایران که حالا بقیه میان از اونا سرویس میگیرن کاملا از شبکه خارج شدن و ما میبینیم که شرکت ارتباطات زیرساخت که اصلی ترین درگاه و در واقع درگاهی هستش که متعلق به دولت است، تحت نظارت دولت کار میکنه، اون در واقع داره تمام محتوای اینترنت رو مسدود میکنه. یک سری دیتا سنترهای خاص رو هم اومدن به اصطلاح ما بهشون میگیم وایت لیست، توی لیست سفید گذاشتن برای اینکه بتونن با دنیای خارج ارتباط برقرار کنن، ولی اینها بسیار بسیار محدود هستن. تو آسیاتک بعضن وجود داره و متاسفانه من میبینم یه سری فیلتر شکنایی رو روی اون دارن به یه شکلی پخش میکنن که واقعا امنیتشون زیر سوال هستش. و آیا این به این معنیه که در واقع ارتباطات ایران یا وزارت ارتباطات ایران کاملا آماده راه انداختن اون چیزی که به اسم اینترنت ملی میگفتند هست؟ به نظر من 100% این یک نشان، ما نشانی این رو قبلا در 3 سال پیش دیدیم، زمانی که تظاهرات سراسری در ایران در جریان بود. در اون موقع اگه یادتون باشه فقط ما نیم ساعت قطعی اینترنت رو داشتیم و سریع برگشت. دلیل عمدش این بودش که تمام اون شرکت هایی که توی گزارش شما آقای جهرمی داشت ازش نام می برد، همه اینا داشتن به یه نوعی داشتن با زیرساخت‌های جهانی کار میکردن. دو تا علت عمده داره که همه اونا مجبور شدن برن توی ایران. یکی بحث سیاست‌هایی است که ایران توی حوزه اینترنت و شبکه ملی اطلاعات پیاده کرد، تو گزارش شما به شکل کاملی بهش پرداخته شد. یه بحث دیگه هم بحث تحریم‌های حوزه تکنولوژی هستش که وقتی ما می‌بینیم اینجا به خاطر تحریم‌های آمریکا دیجیتال اوشن، گوگل کلاود یا آمازون سرویس‌های خودشون رو روی مردم ایران می‌بندن و بهشون اجازه نمی‌دن سرویس بگیرن، درنچه‌نا چاره‌ای ندارن به جز اینکه برن و مجبورشن از اون زیرساخت داخلی ایران استفاده کنن. بنابراین مردم الان بین دو تا تنگنا گیر کردن. از یک طرف ما حکومتی رو در ایران داریم که یک زیرساخت درست کرده که به خودی خود چیز خوبی هست، ولی داره ازش استفاده میکنه بر ضد حقوق مردم. از طرف دیگه ما با شرایط تحریم در بیرون ایران روبرو هستیم که مردم دسترسیشون از زیرساخت‌های بسیار مهم جهانی که میتونه بهشون کمک بکنه در این شرایط قطع هستش. و پیشتر حداقل میشیدیم وقتی که سیستم اینترنت رو دولت ایران قطع میکنه مشکلاتی هم برای خودش پیش میاد، یعنی برای بانک‌ها، برای سازمان‌های داخلی که عملاً احتیاج به اینترنت دارن، اما با این شرایط دیگه مشکلی اونها هم نخواهند داشت. ببینید دقیقاً این بخشی از همون لیست سفیدهایی است که اشاره کردم درست کردن. هر جایی که نیاز باشه که به یه نوعی این اتصال به خارج انجام بشه، حالا به هر دلیلی صلاح دید خودشون است یا هنوز ضعف دارن توی زیرساخت، به هر دلیلی نیاز داشته باشن که اون اتصال برقرار بشه، این لیست‌های سفیدی که درست کردن درگاه‌های خاصی که مد نظر خودشون است رو ارائه میدن برای اینکه اونها بتونن با دنیای بیرون ارتباط داشته باشن. ولی شما اگه نگاه بکنید به مردم عادی، مردمی که دسترسی به این منابع ندارن، منابعی که طبیعتاً با پول اونها درست شده، دسترسی به این منابع ندارن، هیچ کدومشون نمیتونن به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشن. ممنونم از شما آقای رشیدی. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. اما چند بیننده بی بی سی فارسی در شهرهای مختلف ایران مشاهدات خودشون رو از اعتراض‌های امروز برای ما فرستادن.
درگیری امروز کم بود نسبت به دیروز، خیلی کم بود، ولی خود دیروز اوجش بود، بسیار بسیار شلوغ بود، بسیار بسیار تظاهرات سنگینی بودش، برخوردهای بسیار بسیار شدیدی کردن. هر ظهری دیگه من بعد از ظهر اولای ظهر دیگه من زخمی شدم، دیگه نتونستم واقعا وایسم. ما دو سه روز تقریبا حبسیم تو این شهر، یعنی اصلا نت داده نداریم، نه اینترنت، اصلا هیچی نداریم، فقط یه تماس گرفتن و فقط، یعنی ما هیچ اینترنتی نداریم، خبر نداریم کی به کیه، کی به چیه. من به ظلمی که داره به خودم میشه، به ظلمی که داره به خانوادم میشه، من به خاطر این ظلما، به خاطر این همه ظلم میکنن، اینقدر فشار رو مردمه دیگه، به خاطر اینا بمیرم بهتر از این زندگی، بمیرم بهتر از این که اینقدر ما سختی بکشیم. چرا تمام نمیکنن؟ دلار از چی به چی آمد، بنزین از، یعنی با ببینم به چی شان این پول، به ما که نمیدن. میدان نفتی که میگن 53 میلیارد بشکه نپیدا کردن، این کادوش و این خبر خوب ملت و با این بنزین. روز با اینکه بارندگی داریم، بارون هم هست و یه خورده هوا سرد هست، ولی خب همچنان اتفاقاتی که از دیروز شروع شده به قوت خودش باقیه، خیلی اون همیتری که اصلا قابل تردد نیست. فقط حوادی چهارراه شازده قاسم و میدون احمدی و اینا که اونجا تمرکز نیروهای انتظامی اداراتشون هست، یه خورده مسیر باز بود. من که اومدم امروز که اومدم بیرون طی مسیری که شهریار اومدم، مشخص بود که تا حتی نیم ساعت یک ساعت پیش هم مردم بیرون بودن، چون از آتیشایی که هنوز دود میکرد و هنوز تهش آتیش مونده بود مشخص بود که هنوز بیرون بودن، ولی جمعیتی نمیشد دید چون همه جا خاموشی زده بودن، هیچ جا روشن نبود، فقط اون آتیشا رو میتونستی ببینی. انقدر جمعیت بسیجی و لباس شخصی و باتون به دستی صورتشون رو پوشونده بودن زیاد بود، انقدر زیاد بود من که با ماشین شخصی میخواستم ردشم باشون بوق میزدم بکشن کنار ردشم، من گفتم شیشه رو بده بالا، که حتی در لفظی پیدا کردم باشون. دیگه بعیدم میدونم با وجود این همه معمولی که هست بخوان خانم آقایون یا حالا هر کسی بخواد بیاد و کاری بکنه، من بعید میدونم. صدای تعدادی از مخاطبان ما بود. ما در وبسایتمون و همینطور در صفحات اینستاگرام و تلگراممون آخرین خبرها رو دنبال می‌کنیم و برای شما اونجا خواهیم گذاشت. سری بزنید به وبسایت ما اگر اینترنتتون وصل شده، اما همینطور می‌دونید که می‌تونید در تلگرام و اینستاگرام هم این کار رو انجام بدید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.